حاج نصیرالدین طوسی متولد شد. روز مهندس 24 فوریه 1201. ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی ملقب به حاج نصیرالدین، استاد البشر، معلم ثالث و ارسطو ثانی، منجم، ریاضیدان، فیلسوف و معمار ایرانی در 5 اسفند ماه 579 شمسی در طوس خراسان متولد شد. وی علوم ابتدایی نظیر خواندن و نوشتن، آموختن قواعد زبان عربی و فارسی، قرائت قرآن و علم حدیث را نزد پدر آموخت و پس از آن برای ادامه آموزش به نزد دایی خود که یکی از محققان و محدثان و عالمان زمان بود مراجعه کرد و علومی نظیر ریاضیات، حکمت، اخلاق و منطق را از وی فرا گرفت. حاج نصیرالدین به توصیه استادش برای کسب علوم بیشتر به نیشابور مهاجرت کرد و در آنجا نزد بزرگانی مانند امام فخر رازی و عطار نیشابوری به ادامه تحصیل پرداخت. وی پس از اتمام تحصیل در نیشابور به ری، قم، اصفهان و عراق سفر کرد. او در تمام این دوران علاوه بر فقه، یادگیری ریاضی و منطق و علوم مهندسی را به طور جدی دنبال می‌کرد. پس از بازگشت حاج نصیرالدین به ایران به دعوت یکی از حاکمان اسماعیلیون که مردی علاقمند به علم و فلسفه بود به گلستان رفت و در قلعه وی با احترام و عزت زندگی کرد و به نگارش کتب مختلفی از جمله اخلاق ناصری پرداخت. اما پس از مدتی با حاکم وقت به مشکل خورد و به دستور حاکم وی زندانی و پس از آزادی به قلعه علموت منتقل شد. با اینکه حاج نصیرالدین در خاطراتش ذکر کرده که تمام آن سالها را با اندوه گذرانده، اما از کسب علم و نگارش کتاب دست نکشید. کتاب مشهور تبلا و تبرا در همین سالها تألیف شد. سال 651 قمری هولاکو خان مغول به ایران حمله کرد و قلعه های مهم اسماعیلیه را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآورد. اما هنگامی که نوبت به قلعه علموت رسید، حاجه به حاکم پیشنهاد داد که خود را تسلیم کند تا از جنگ و خونریزی بیشتر جلوگیری شود. همچنین وی از هولاکو خان درخواست کرد تا کتابخانه بزرگ قلعه را به آتش نکشد. هولاکو خان پذیرفت و پس از اینکه پی برد حاجه نصیر مردی فاضل و حکیم و اهل ادب است، او را به عنوان وزیر و مشاور اعظم خود انتخاب کرد. در همان سالها حاجه از نفوذ خود استفاده کرده و عالمان بزرگی را تربیت کرد. همچنین اخلاق و حکمت وی موجب شد تا بسیاری از درباریان ایلخانی به اسلام روی بیاورند. تأسیس رصدخانه مراغه و تأسیس کتابخانه با 400 هزار جلد کتاب از جمله دستاوردهای او هستند. در ایران روز 5 اسفند به منظور گرامی داشت مقام والای این عالم فرزانه روز مهندس نامگذاری شد.